خدمت شما بینندگان عزیز کانال جدید برنامه همبستگی من فرشته نظامبادی هستم به همراه همکاران عزیزم حسین محققین خلاقی و همچنین فرشاد عبول با یکی دیگر از برنامه های همبستگی در خدمت شما هستیم در ابتدا مروری داریم بر دنیای پناهندگی در سال 2016 و همچنین گفتگویی با عبدالله اسدی در مورد سوالاتی که از شما عزیزان به دست ما رسیده. از توافق جنجالی ترکیه و اروپا تا مرگ هزاران مهاجر و پناهجو در راه رسیدن به اروپا تا برچیده شدن اردوگاه کاله فرانسه بحران پناهجویان در سال 2016 میلادی همچنان در سطر خبرها باقی ماند. سال 2016 سالی که با توافق تاریخی ترکیه و اروپا برای متوقف کردن موج پناهندگان کلید خورد وقتی اروپا آغوشش را به روی پناهجویان بست ورق برای ده ها هزار مهاجر و پناهجو برگشت اواخر ماه مارس با اجرای این توافق هزاران پناهجو از جمله کودکان به دلیل ورود غیر قانونی به خاک اروپا روانه بازداشتگاه ها و اردوگاه های تحت کنترل شدند در قرنطینه و دور از دسترس روزنامه نگاران. طوری که انگار در زندان به سر میبرند در حدود یک ماه بعد روند بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی به خاک ترکیه شروع شد از آن پس مرزهای اروپا یکی بعد از دیگری بسته شد در این دومنی دست کم یازده هزار نفر مهاجر پشت درهای بسته پشت درهای بسته مقدونیه گرفتار شدند در ماه آوریل درگیری بین پلیس مقدونیه و پناهجویان به خشونت کشیده شد و صدها نفر زخمی شدند. طولی نکشید که پرونده ایندومنی بسته شد. پناهجویان به اردوگاه های یونان منتقل شدند و بساتشون در بیابان های ایندومنی برچیده شد. موج پناهجویان اروپا در یونان به بنبست رسید. با بیش از 60 هزار پناهجویی که در رویای زندگی در اروپا نقش براب میدیدن افت چشمگیر قایق ها از مسیر ترکیه پیروزی بزرگ برای رهبران اروپا در سال 2016 میلادی بود. اما این پایان بحران نبود. با بسته شدن مسیر ترکیه قاچاق انسان از دریای مدیترانه و سواحل لیبی رونق گرفت. مرگبارترین سال برای مهاجران و پناهجویان در آبهای مدیترانه رقم خورد. حدود 5000 نفر به گفته سازمان ملل متحد در راه رسیدن به اروپا غرق شدند. هرچند تعداد مهاجران و پناهجویان اروپا در سال 2016 نسبت به سال قبل از آن افت داشته و به حدود یک سوم رسیده. در واپسین ماه‌های سال در گوشه دیگری از اروپا اردوگاه پناهجویان کاله در شمال فرانسه معروف به اردوگاه جنگل برچیده شد. جایی که حدود ده هزار مهاجر و پناهجو از جمله کودکان بی منتظر فرصتی برای رفتن به بریتانیا بودند. اردوگاه اول تخلیه شد و بعد با بلدوزر تخریب شد و دست آخر سوزانده شد. حالا اثری از اردوگاه جنگل نمانده. هرچند سرنوشت ساکنانش هنوز در حاله از ابهام است. سال 2016 میلادی با سیاست های تری در قبال مهاجران به پایان رسید سالی که جهان ناامتر و تعداد پناهجویان و آوارگانش بیشتر بود. سال هاست که برخورد های غیر انسانی دولت استرالیا با پناهجویان باعث اعتراض های فراوانی شده است. دولت استرالیا با انتقال پناهجویان به جزایری مانند مانوس به مدت طولانی به بهانه بررسی پرونده این افراد بارها باعث رخدادهای تلخی چون ضرب و و حتی قتل پناهجویان ایرانی و افغانستانی شده اند. اگرچه این رفتارها با اعتراضهایی حتی در داخل استرالیا مواجه شده است اما تا کنون شاهد کمترین واکنش های جدی از سوی مدعین حقوق بشر بودیم در تازه ترین اتفاقات در جزیره مانوس شاهد آن بودیم که ماموران پلیس و مقامات مهاجرت, جز... مهاجرت, جزیره مانوس در کشور پاپوآگینه نو دو پناهجوی ایرانی را به دلیل تلاش برای شرکت در جشن سال نو مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند. روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش کرد اطلاف اقدام پناهندگان اعلام کرد که دو مرد به نامهای مهدی و محمد در یک مراسم جشن سال نو شرکت کرده بودند که معموران مهاجرت به آنها حمله ور شدند. گزارش ها حاکی از آن است که ماموران به آنها گفتند که حق خروج از بازداشتگاه بازداشتگاه جنجالی مطلق به پناهجویان را نداشتند. اطلاف اقدام پناهجویان اعلام کرد تنها جرمی که این دو پناهجوی ایرانی مرتکب شده بودند این بود که از محل اسکان پناهجویان خارج شده بودند یکی از اعضای سازمان اطلاف اقدام پناهجویان گفته است این دو پناهجوی ایرانی به اندازه بد مورد ضرب و قرار گرفتند که به وضوح مشخص است که هیچ آزادی برای پناهجویان مانوس وجود ندارد. طبق این گزارش ماموران پلیس گینه به طور معمول با مسئولیت رفتارهای خشونتباری از خود بروز می دهند. لازم به ذکر است که در ماه آوریل 2016 دادگاه عالی گینه دستور تعطیلی کمپ پناهجویان را صادر کرد اما دولت استرالیا این تصمیم را رد کرد یکی از اعضای اعتلاف اقدام پناهجویان اعلام کرد که حمله به دو پناهجوی ایرانی نشان داد که مقامات گینه نو چه رفتاری با پناهجویان دارند و اعلام کرد زمان آن رسیده که دولت تمامی پناهجویان و پناهندگان را به استرالیا منتقل کند. همکنون در حضور عبدالله اسدی هستیم به ایشون سلام میکنیم و از ایشون میخواییم که در مورد مروری که در سال 2016 کردیم در مورد پناهجویان نظرشون رو بفرماییم من هم به شما و بینندگان عزیز سلام کنم تا اونجا که به این اخبار برمیگرده و این گزارشی که در مورد سال 2016 تهیه شده گزارش خوبی هست راستش این اتفاقاتی که در سال 2016 افتاد شاید خیلی فراتر از اون هم هست شاید آمار تعداد پناهجویان غرق شده در دریای مدیترانه بیشتر از اون چیزی هست در آمار سازمان ملل و کشور غربی وجود داره چون تعداد کشتی هایی که روی آبهای مدیترانه بودن و غرق می شدن گاه و گدار از دید اخبار هم پنهان بودن و, گزارشی نمی و گزارشی نمیشد و یا اگر گزارشی می شد در, در, در رابطه با غرق شدن تعدادی از کشتی ها اخبارش دقیق نبود و حتی تعداد کشتی هایی که مثلا قرق می شدن و قعر دریا می رفتن آمارشو کسی نمی دونست. چون تعدادشون خیلی زیاد بود چون هزار هزار روی این آبها ها می اومدن وقتی این ور رو بستن وقتی مرز ترکیه و یونان رو بستن خب از اون ور از دریای مدیترانه شروع کردن و این آبها پر شده بود از کشتی های پنجوی، حامل پرنجویانی که از لیبی می اومدن به،, به طرف ایتالیا و به طرف کل اروپا حال آمار خیلی دردناکی از سال پر ای بود سالی پر تلفات بود سالی پر از مهنت برای پناجویان بود سالی پر از درد و رنج برای بازماندگان اینها در کشورهای مثل سوریه، کشورهای آفریقایی، افغانستان و ایران بود و سالی بود پر از رنج و درد و ناراحتی برای کسانی که به حال در راه مهاجرت و در راه پناهندگی جون خودشون رو از دست دادن این این سیاستی که امروز دولتای اروپایی برای پناهندگان در پیش گرفتن میره شرایط بدتر از این که وجود داره بکنه راستش چون تصمیماتی که الان توی کشورهای اروپایی دارن میگیرن خب یکیش اینه که به هیچ وجه به تعدادی از پناهندگان از کشورهای مختلف به هیچ وجه پناهندگی نمیدن و و این پناهندگانی هم که به اینجا وارد شدن با مشکل مواجه هستند و بهشون اقامت نمیدن و مرتب یکی پس از دیگری کیسهشون بسته میشه و مجبورن به زندگی مخفی پناه ببرن و وقتی به زندگی مخفی هم پناه ببرن الان در کشور سوئد میخوام مثال بزنم به دنبال این هستن که ترهی رو مثلا به اجرا بذارن خیلی راحت بتونن محل زندگی پناهجویان رو پیدا بکنن پناهجویانی که مثلا جابرد گرفتن و به زندگی مخفی پناه بردن حتی مثلا گفتن یکی از راهاش اینه که این پناهجویان از ارگان ها و حال ادارت مختلفی که درخواست کمک هزینه کردن این یکی از راه های شناسایی آدرس و محل پنهان پناهجویان هست که بهش رجوع بکنن یعنی ادارتی که تا حال به اینها کمک میکردن مجبور بشن این پنجویان و عدرسشون و مشخصهشون رو در خیلی پلیس بذارن این هم در آلمان داره اجرا میشه و دو کشوری که توی سال 2015 و 16 بیشترین پناهجویان رو پذیرفتن و الان سیاستی رو در پیش گرفتن بیشترین پناهجویان رو دارن اخراج میکنن و به ویژه پناجویان افغان که بیشترینشون پنجویان جوون یا زیر سن تشکیل میده و تعدادشون به هشتاد هزار نفر میرسه که قرار هست اینا رو آوری بکنن و از کشورهای اروپایی اخراجشون بکنن این شرایط وجود داره و این توافقاتی هم که بین ترکیه و اروپا بسته شد خب شرایط رو به مراتب سیاتر برای پناهجویان کرد و الان هزاران پناهجوی در جزایر یونان موندن و هیچ امکاناتی در اختیارشون نیست هزاران پناهجو در سربستان موندن هیچ اه اه هیچ آینده روشنی ندارن و در اون کشورم هیچ امکاناتی در اختیارشون گذشته نمیشه و با فلاکت زندگی میکنن و آمار همین الان هست که حدود هزار نفر بی سرپناه هستند یعنی شب در سرمای زمستان بالکان زیر برف و سرما زندگی میکنن و چنین شرایطی که به پناهجویان تو این دوره تحمیل شده شاید شاید بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده راستش این این شرایط میره که بدتر بشه و باید فکری کرد باید باید مردم در این رابطه تلاش کنند در مقابل دولت ها و سیاست های ضد پناهندگی سیاست غیر انسانی ایستادگی بکنن به خاطر اینکه خب پناهجویان خیلی زیادی از سوریه باز در راه هستن از عراق باز در راه هستند از افغانستان دارن میان از ایران دارن میان از تعدادی از کشورهای اروپایی از لیبی دارن میان و شرایط امنیتی شرایط زیست برای خیلی از مردم وجود نداره جنگ های خانمانسوس هست و اینا از این جنگ ها فرار میکنن و باید بالاخره یک کشورهی باشه یک دریچه بر روی اینا باز بشه به تعداد زیادی رو تحت پوشش قرار بده الان خیلی از پناهجویان در هیچ جایی تحت پوشش قرار نمیگیرن و از سرما میمیرن یا یعنی اینکه به هر حال از گرسنگی و شرایط سخت پناهندگی رنج میبرند. الان با چنین شرایطی ما روبرو هستیم این اخباری که شما خوندید به هر نشون میده که چقدر در سال 2016 و 2015 شرایط برای پناهندگان در همه دنیا سخت‌تر و سخت‌تر شد در واقع آیا اسدی به جای اینکه واقعا شرایط کشورهاشون رو امن بکنن که مجبور نشن به اینکه بخوان کشور خودشون رو ترک بکنن اون فشار رو اینجا بهشون آوردن و ناچارن راهی هم ندارن مجبورن که جاهایی رو که واقعا ناامن هستش بخوان ترک بکنن و رو به سوی دیگه بیارن سوالاتی رو ما از عزیزان به دستمون رسیده اینا میخواستن که پاسخ بگیرن و کمک طلبیدن اولین سوال رو من خدمت شما میخونم و منتظر پاسخ شما از حدود شش ماه میشه اومدم ترکیه و همون روز اول ورود ما ثبت نام کردیم و به شهر یلوا اومدیم ولی تو این شش ماه هر روز دنبال کار هستم ولی هیچ جا به خاطر بیمه کار نمیدن واقعا تو شرایط سختی هستم حتی روزایی شده پول یک نون هم نداشتم دیگه واقعا دارم عذاب میکشم التماس میکنم اگه میشه راهنماییم کنید از کجا باید کمک بگیرم به سازمان ملل و آسام هرچی تماس میگیرم میگن بودجه نداریم کمکی کنیم اگه کار داشته باشم نیازی هم به کمک ندارم خواهش میکنم بی جوابم نگذارید خیلی متاسفم از شنیدن چنین خبری هرچند این خبرات هر روز ما در صحنه تلویزیون ها و اخبار روزنامه ها می بینیم که وجود داره و تعدادی از پناهجویان بدون امکانات و بدون هیچ پولی و بدون هیچ سرپناهی زندگی میکنند در حال این دوست عزیز ما من متاسفم اینجوری باید بگم. اون تا قضا کرده از سازمان ما بهش کمک کنیم ولی واقعیتش اینه که سازمان ما قدرت کمک مالی به هیچ پنانجوییی رو نداره و هیچ وقت هم در این زمینه کاری نتونسته بکنه. بنابراین ما سازمانی هستیم، اخبار پنجویان رو پوشش میدیم از حقوق پنجویان دفاع میکنیم سازمانی هستیم با عنوان ظرف مبارزه پنجویان فعالیت میکنیم و تلاش میکنیم که پنجویان رو متشکل کنیم سازمان بدیم برای دفاع از حقوق پناهندگیشون نه اینکه بتونیم به اینا کمک مالی بکنیم معلومه که کمکی که باید به پناهجویانی که هیچ امکاناتی ندارن این کمک ها در حد قدرت کشورهای اروپایی هست در حد قدرت سازمان ملل هست و این نهادها هستند و این دولت ها هستند باید پناهجویان رو تحت پوشش قرار بدن ولی این دوست عزیزمون باز باید اصرار بکنه و یه از ملل در ترکیه رو بگیره حتما بهش کمک مالی بکنن و باید تلاش کنه حداقل حد کاری رو گیر بیاره و از طریق کار بتونه زندگیش رو تأمین بکنه اگه نه هیچ راه دیگه ای نیست من همیشه توصیم این بوده به پنجویانی که به طرف ترکیه میان یا به طرف اروپا میان قبل از هر چیز باید به فکر این باشن به اندازه کافی پول برای ادامه زندگیشون داشته باشن و اگر نه جایی مثل ترکیه بدون کارت میمونن و شاید سختی رو دوچار میشن در واقع آیا اسدی فدراسیون میتونه در رابطه با این که این پروسه رو تیک کنن و بتونن درست قدم بردارن کمکشون میکنه نه اینکه از نظر مالی بتونه کمکشون بکنه دقیقاً دوست دیگه ای نوشتن جناب آقای اسدی درود بر شما بنده سی سالمه به تازگی به دلیل گرویدن به آین مسیحیت تحت تعقیب قرار گرفتم آیا چنانچه خود را به ترکیه یا یکی از کشورهای اروپایی برسانم چه می شود؟ به من اجازه اقامت می دهند؟ تو بگو من چه کار کنم؟ یا حداقل در کشوری باشم که زبان و مهارتش بعد یادگیری بعدها به کارم بیاید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با سپاس فراوان خب این دوست عزیزمون اگر واقعا به دلیل رویاوری به آین مسیحیت و ترک مذهب اسلام تحت تعقیب قرار گرفته و اگر توی سازمان ملل در ترکیه و یا کشورهای اروپایی بتونه اینو ثابت کنه بهش پناهندگی میدن و به سادگی میخوام بگم خیلی جای دیگه این سوال رو جواب دادیم به شرطی که بتونه اینو ثابت کنه هر جای کشور اروپایی برسه بهش پرندگی میدن و از جمله خود سازمان ملل در ترکیه میتونه مراجعه بکنه و اونجا پناهندگی رو بگیره ولی اونجا منوید به این هست که باید منتظر بشه کشور دیگری هم اونو قبول بکنه الان شرایط ترکیه خیلی پیچیده‌تر شده و تعدادی پناهجویان ممکنه هیچ وقت دیگه به هیچ کشور دیگه انتقال پیدا نکنن و اصلا تر ترکیه فقط بتونن بمونن اون هم هنوز شرایطش رو تأمین نکرده و هنوز هم در این رابطه ترکیه با کشورهای اروپایی به توافقی دست نیافته سپاسگزارم از شما آقای اسدی که در این برنامه حضور پیدا کردین و پاسخگویی کردین به سوالات عزیزان. من هم برای بینندگان عزیز روزها و ساعته خوبی آرزو می‌کنم. خدافزی می‌کنم با شما. ممنونم مرسی از شما که تا این لحظه با ما بودین. امیدوارم که جواب سوالاتتون رو گرفته باشین و بتونیم با شما عزیزان همیشه همراه باشیم روز و روزگار خوش